سلام دوستان، شبتون بخیر. تنظیم دارم میکنم. خب دوستان، صدای منو دارید؟ دوستان صدای منو دارید؟ دوستان صدای منو دارید؟ خب شبتون بخیر، خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم و دوباره از طریق این رسانه محترم اینستاگرام میتونیم با هم یه گفتگویی داشته باشیم. خب من یه کمی حالا فعلا صبر میکنم، طبق عرف جامعه ایرانی دوستان به تدریج به ما ملحق بشن. من هدفون رو برداشتم، فکر کردم دیگه نیازی نیست و خیلی بهتر شد اینجوری. خب ببینید دوستان، بحث امروز ما در واقع بحث در چارچوب همون جامعه شناسی موسیقی هستش. خب چون گفتین که هم صدا هست هم تصویر، دیگه من کامنت ها رو بستم تا حالا وقتی صحبتام تموم شد از دوباره کامنت ها رو باز میکنم که اگه سوالی بود من در خدمتتون هستم. خب ببینید دوستان، این بحثی که ما امروز داریم عمدتا تو حوزه جامعه شناسی موسیقیه، حوزه مطالعات فرهنگیه، میتونه تو حوزه مطالعات سلبریتی هم حساب بشه. منتها بحثی که ما هفته قبل اگه اشتباه نکنم یا یه هفته قبلترش داشتیم درباره موسیقی بود، و یعنی بحث طبقه و مصرف موسیقی، و اونجا به هر حال یه نکته‌ای مطرح شد، من احساس کردم که شاید در قالب مصداق‌های عینی من بهتر بتونم اون بحثایی که تو حوزه جامعه شناسی موسیقی هست رو در واقع برای شما مطرح کنم. حالا شاید به هر حال برخی از دوستان علاقه من بشن. ببینید دوستان، من هفته قبل اشاره کردم که ما تو حوزه جامعه شناسی موسیقی عموما میتونیم در سه مرحله وارد بررسی موسیقی بشیم. یک مرحله، مرحله تولید موسیقیه، به تعبیر فرنگی یا پروداکشنه، که اونجا بحثای خیلی متنوعی مطرح شده. مثلا شما فرض کنید بحث
سیاست گذاری تو موسیقی، بحث کمپانی ها، شرکت هایی که تو تولید موسیقی درگیرن، بحث خود خواننده ها، بحث در واقع نوازنده ها و اینها کلن قرار میگیره تو موضوع تولید موسیقی. تو بحث محتوای موسیقی هم باز میشه مطالعات اجتماعی مختلفی داشت. شما فرض کنید برای مثال متن ترانه ها، اشاره کردم متن در واقع ترانه، شعر، اینها جزش هستش، یا غیر از اون خود آهنگ ها، ریتم ها میتونه در این حوزه مطالعه بشه. و فاز سوم بحث مصرف موسیقی، تولید، محتوا، مصرف موسیقی بود که تو بحث مصرف هم گفتم عمدتا ما میریم سمت مخاطب موسیقی و یا مصرف کننده موسیقی که اونجا هم حالا بحثه خاص خودش رو داشت. بحث امشبمون دوستان یعنی بحث این که چرا امیر تتلو طرفداران بسیاری داره رو شما میتونید از هر سه زاویه وارد بحث بشید. یعنی چی؟ یعنی این که برای مثال یه محقق میتونه وارد بحث محتوا بشه و در واقع بگه که نوع آهنگهایی که تتلو میسازه، تمپوی آهنگاش، ریتمهایی که میسازه، اینها در واقع به هر حال به چه شکل هستش، ترانه ها به چه شکل هستش، ترانه ها چه مضامینی رو پوشش میده. تو خود تولید موسیقی میشه رفت در واقع خود تتلو رو، کاراکتر تتلو رو بررسی کرد و مصرف موسیقی هم طبیعتاً میشه رفت سمت هواداران تتلو. و طبیعتاً حالا سوال من اینه که خب چرا اینقدر طرفدار داره، ولی من سعی میکنم کمتر وارد محتوای موسیقی ایشون بشم. برحال این بحث هست که خب ایشون هم در واقع در سبک پاپ کار میکنه، هم آرنبی کار میکنه و گاهی قدم حالا ترکیبی، ولی خب من وارد این بحث نمیشم. در مورد مضمون ترانه های ایشون میتونم بحثی داشته باشم ولی فعلا واردش نمیشم چون برحال وقتش طبیعتا نخواهد بود. من بیشتر سعی میکنم به خود تتلو و مخاطباش بپردازم. من قبل از اینکه بحثم رو ادامه بدم لازم میدونم از 12 نفر از طرفداران در واقع پروپا قرص تتلو تشکر کنم که راضی شدن با من مصاحبه داشته باشن، یعنی با هم گفتگو کنیم درباره تتلو و درباره اینکه چرا علاقه مندن. من از سهیل، فریبرز، ماندانا، شهاب، علیرضا، مهسا، راشین، حسین، المیرا، سجاد، احسان و آتوسا تشکر میکنم که در واقع کمک کردن تا من تا اندازه‌ای در حال یک شناختی از هواداران تتلو به دست بیارم. خب ببینید دوستان، من سعی میکنم حالت تیتروار نظراتم رو مطرح کنم درباره سوالی که شما توی پوستر دیدید، چرا امیر تتلو اینقدر طرفدار دارد. خب ببینید، یکی از تیترهایی که من فکر میکنم میشه دربارش حرف زد بحث در واقع مصرف فرهنگی یا مصرف موسیقی به عنوان ابزاری برای ساخت هویت. یعنی چی؟ یعنی اینکه دوستان ببینید، به هر حال تو دنیای جدید هویت ها دیگه در واقع انتسابی نیست. به تعبیری هویت ها اکتسابیه، یعنی توسط خود افراد و تلاش و کوششی که افراد صرف میکنن ساخته میشه. شما هرچی قدیم به سمت قدیم و گذشته میرید، به هر حال این که پسر کی هستی، طایفت کیا تا، یعنی کدوم تا، به کدوم طایفه تعلق داری، به کدوم قبیله تعلق داری، جز اشراف هستی نیستی، همه اینا دوستان در واقع چیزی بود که به قولی به فرد هویت میداد. ولی تو دنیای جدید اینا همه کمرنگ میشه و افراد خودشون هویت خودشون رو
میسازن. به تعبیری هویت دیگه انتسابی نیست، هویت اکتسابیه. و در ادامهش مصرف، دوستان، یکی از اون ابزارهای مهم برای هویت یابی یا هویت سازی هستش. یعنی من با چیزایی که مصرف میکنم سعی میکنم هویت خودم رو تعریف کنم، با ابزارهایی که مصرف، کالایی که مصرف میکنم به تعبیری سعی میکنم هویت خودم رو به رخ بکشم و یا در اون پاسخ به اون سوال اصلی که من کیستم، من اونم که خب این کالاها رو، این محصولات رو مصرف میکنم، که موسیقی هم یکی از اوناست. مسئله اینه دوستان، ما با مصرف هم سعی میکنیم شباهتمون رو به عده نشون بدیم و از نسبت به عده دیگه تفاوتمون رو نشون بدیم. به تعبیر شاید بهتر، در واقع ما با آنچه که مصرف میکنیم از طرفی مجاورتمون رو نشون میدیم و از طرف دیگه فاصلمون رو. یعنی چی؟ یعنی این که فرض کنید فردی با خرید یک ماشین گران قیمت هم میخواد بگه، در واقع مجاورتش رو با یک طبقه اجتماعی نشون بده و فاصلش رو از طبقه دیگری که حالا یا میتونن فقرا باشن، میتونن کم درآمدها باشن و اینجور چیزها. برای همینه که گاهی اوقات گفته میشه که در واقع مصرف، حالا من عذرخواهی میکنم، گاهی اوقات اصطلاحات فرنگی استفاده میکنم، منو ببخشید، میگن مصرف هم فرگمنتیشن داره هم ریکمباینیشن. یعنی چی؟ یعنی این که در واقع مصرف هم جداسازی با خودش میاره، هم به تعبیری بازترکیب. این منظور اینه که ما هم از یه عده جدا میشیم هم به یه عده دیگه میپیوندیم. حالا اینجا دوستان من وارد یه سری بحثا نمیشم، یعنی اینکه چجوری حالا افراد میان یک سری استراتژی ها به کار میبرن تا تعلق گروهیشون رو نشون بدن. افراد، یعنی اینکه من با چطوری میتونم نشون بدم که عضو این طبقه هستم. برای مثال ممکنه رستوران خاصی بره، لباس خاصی بپوشه، حتی بگه من به این شکل باید بخندم. حالا چیزی که من در چند روز قبل در اینستاگرام هم گذاشتم در مورد خنده، در واقع اینا استراتژی هایی هستن که افراد تعلقشون رو به یک گروهی در واقع سعی میکنن نشون بدن. یکی از اون استراتژی ها دوستان موسیقی هستش. یعنی این که من چه موسیقی دوست دارم، من کدوم خواننده رو دوست دارم، من چه ژانری از موسیقی رو دوست دارم، همه اینا میتونن به شکلی همون استراتژی در واقع ابراز تعلق گروهی ما باشه که ما نشون بدیم بالاخره ما هم به یک گروهی تعلق داریم. و برای همین دوستان، حالا بعضی جامعه شناسا میگن لزوما در واقع آدم ها صرفا برای لذت ممکنه به موسیقی گوش ندن، یعنی موسیقی میتونه فانکشنای دیگری برای آدم‌ها هم داشته باشه و اون بالاخره تعلق گروهی هستش. شما فرض کنید، حالا اون اصطلاحی که جامعه شناسا میگن جماعت‌های سلیقه یا گروه‌های سلیقه، شما فرض کنید کسی مثل استاد شجریان چجوری یک جماعت سلیقه رو شکل داده. یعنی شجریان باعث شده که افراد یک تعلق گروهی به خاطر سلایق مشترک خودشون در واقع داشته باشن. و حالا خواننده‌های دیگه هم میشه ازشون در واقع صحبت کرد. برای خواستم بگم دوستان خود موسیقی میتونه در واقع ابزاری و یا استراتژی برای بیان همین تعلق گروهی باشه. حالا اگه تتلو رو در نظر بگیریم دوستان، حداقل تحقیق اولیه من نشون میده که بخشی از طرفداران تتلو چنین احساسی دارند. یعنی بخشی از طرفداران از موسیقی تتلو و طرفداری از امیر تتلو در واقع به عنوان استراتژی تعلق گروهیشون استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی تتلو و موسیقیش
یک مایی ساخته در برابر آنها. حالا اون آنها من میگم منظور کیا هستم. در واقع دوستان توجیه این طرفداران، بخشی از این طرفداران اینه که خب موسیقی تتلو و خود تتلو کاراکتر اعتراضی داره، یک حالت عصیانگری در این فرد وجود داره و همین دوستان باعث شده که خب در واقع اصرار بر این که من جزو این گروه هستم در افراد پررنگتر بشه. ما یه اصطلاحی در جامعه شناسی داریم تحت عنوان کانتر کالچر یا ضد فرهنگ. تو غرب خیلی اوقات موسیقیایی که اومدن در واقع ضد جریان غالب جامعه بودن. نگاه بخشی از طرفدارای امیر تتلو به خود ایشون و موسیقیش اینه که در واقع این نوعی مخالفت با جامعه سنتی یا مخالفت با وضع موجود هستش و این کمک کرده که یک مایی، حالا این ما میتونه خیلی لغزنده، متزلزل و شکننده باشه، ولی یک مایی به نام طرفداران امیر تتلو شکل بگیره که این ما بالاخره یک ابزاری هم هست در پاسخ به اون سوال من کیستم یا اون هویت‌یابی. در واقع خیلی از طرفدارای تتلو که من برداشت اولیه‌ام اینه عمدتاً سنین نوجوان هستند در درجه اول، از تتلو به عنوان جریان هویت‌یابی به خودشون استفاده می‌کنن. همون بحث مجاورت و فاصله رو، یعنی اینکه ما طرفداران تتلو کنار هم هستیم، یک مایی تشکیل میدیم، فاصله این که ما از اونها، اون سایرین جامعه بزرگتر مجزا هستیم، فاصله داریم. جامعه‌ای که محافظه‌کاره، جامعه‌ای که همش سرزنش میکنه، نصیحت میکنه و ما مرزمون رو با اونها جدا میکنیم. جالب دوستان، در غرب موسیقی رپ یک چنین کار کردی داشته، یعنی این جریانات در این 100 سال گذشته همواره تو غرب رخ داده. حالا من به عنوان شواهد تاریخی میگم، شما فرض کنید خب رپ به هر حال خواستگاهش محلات فقیرنشین بوده، ولی در همون امریکا هم مشهوره به هر حال رپ به عنوان CNN در واقع سیاه پوستان. تو خود همون موسیقی رپ هم به هر حال خیلی اوقات واجه هایی بوده مثلا در واقع پری پی به قولی ترجمه شده بچه ننه، یا مثلا سی سی که میشه آبجی، حالا تحت به عنوان مسخره مثلا به یکی بگن آبجی، منظور اینه که به پسرا میگفتن به عنوان این که مثلا نونور هستی تو، یا مثلا پری پی این بچه درس خونای در واقع که به هیچ جز درس توجه ندارن مثلا، یا بچه ننه. اینا اصطلاحاتی بود که خب وقتی رپ یه بخشی از امریکا اومد یک مایی شکل گرفت. اون ما طوری مایی نبود که مثلا شما ظاهر یک بچه درس خون رو به خودتون بگیرید، در واقع یک مای متفاوتی بود. یا مثلا در غرب پانک وقتی اومد، پانک ها یا موسیقی پانک، اینا هم عمدتاً در واقع ضد جامعه سنتی بودن، اینا با مالکیت خصوصی میونه چندانی نداشتن و پانک ها هم چنین کارهایی حالا عصیانگرانه ای انجام دادن. یعنی این که مثلا فرض کنید خانوم هایی که تو طرفداران موسیقی پانک بودن در خیابون مثلا وقتی مردان هیز به اینها نگاه میکردن، بعدم باب شد که اینا در واقع زیر پوشاشون رو وارونه می پوشیدن. یا مثلا اصطلاح جالبی مثلا اومد تحت عنوان زیبایی شناسی زباله، یعنی اینکه پانک ها از وسایل درب و داغون و آشغال و اینا برای خودشون لباس می ساختن و این به هر حال جالب بود، زیبایی شناسی زباله و یعنی لباسایی که از آشغال ساخته میشد. برای همین اون دوران دوستان، همین دوره پانک ها اصطلاح جالبی
بعضی از محققان مکتب بیرمنگام یا محققانی که کار میکردن تحت عنوان در واقع resistance to rejection، اصطلاح جالبیه، باز ببخشید من فرنگیشو استفاده کردم، یعنی مقاومت در برابر طرد. اونجا بحث این بود که خیلی از طرفداران پانک ها کسایی هستن که به شکلهای مختلف هی میخوان از جامعه کنار گذاشته بشن، طرد بشن، و این هویت پانک، موسیقی پانک و طرفداری از پانک و ساختن اون هویتی ما یه نوع مقاومت در برابر اون طرد بود. حالا برای هم میگن resistance to rejection. و میخوام این رو بگم که دوستان، به هر حال این در تاریخ موسیقی هم بوده. تو مطالعات جامعه شناسی موسیقی ما چنین مطالعاتی داشتیم که در این خصوص بحث کنم. این در واقع یک بخش یعنی بخش اول بحث منه که موسیقی کمک میکنه به هویت مقاومت، موسیقی کمک میکنه به ساختن یک ما در مقابل آنها، و در واقع آنچه که ما مصرف میکنیم میتونه به ما یک هویت متمایز بده و یک هویت متفاوت بده. من از یعنی استنباطم اینه که بخشی از طرفداران تتلو این گروه هستن و دنبال ساخت یک ما هستن، و به نظر من هم این شکل گرفته و در بویژه نوجوان ها این پررنگ هستش. نکته دومی که دوستان من دوست دارم دربارش صحبت کنم، حالا متأثر از یکی از تحقیقاتیه که بکر انجام داد در سال 1973. ایشون تو تحقیقش یه اصطلاحی رو استفاده میکنه، جالب اصطلاحش، تحت عنوان در واقع moral holidays، یعنی تعطیلات اخلاقی. حالا این اصطلاح میگم به نظر جالب میاد. اونجا بحث بکر اینه که در واقع جوونا در قرن بیستم، حالا ایشون 1973 تحقیق کرد، حالا بعضی ها استنباط میکنن اصلا میگن بشر، انسان، حالا نمیگن جوانان، گاهی اوقات اصلا دوست داره از این در واقع دوست داره اخلاق و مسئولیت، هنجارای اجتماعی رو به حالت تعلیق در بیاره. برای همینه میگه تعطیلات اخلاقی، یعنی گاهی اوقات، حالا اون اصطلاح فرار یا گریز، اسکیپ، یه نوشته من تو کانالم دارم در واقع تحت عنوان درباره این گریز یا فرار از جامعه بحث کردم، خواستید بخونید. اونجا بحث بکر اینه، یعنی میگه که گاهی اوقات بشر دنبال یک روزنه است که از این قوانین حاکم بر زندگی فرار کنه، از این نگاه خیره در واقع عقل کل بر خودش فرار کنه، یا گاهی اوقات دنبال اینه که گم کنه خودش رو، گمگشته بشه. حالا اینجا من منظورم اینه دوستان، من بخشی از طرفداران در واقع امیر تتلو رو با این تعطیلات اخلاقی تحلیل میکنم. ما تو تاریخ مطالعات فرهنگی اکستازی، در واقع همین فارسیش هم همون اکستازی میگیم، حالا درست اسم یک داروی مخدره، ولی این یک کانسپت یا اصطلاح تو مطالعات فرهنگیه. یعنی چی؟ یعنی این که اکستازی یعنی به معنی جستجو کردن در واقع موقعیت هایی هستش که ما رو به سرخوشی بیاره، ما رو به وجد بیاره، ما رو به هیجان بیاره، و ولی این در واقع سرخوشی، سرخوشی ناشی از رهاییه، یعنی همون به تعلیق در آوردن در واقع هنجارای اجتماعی و لحظاتی خودمون رو رها کردن از اونها. این رو دوستان حالا بکرم توضیح میده، گاهی اوقات از همه ما سر میزنه، یعنی گاهی اوقات شما فرض کنید فردی، حالا من خیلی صریح میگم، مثلا میبینید فردی ممکنه کسی خونه نباشه، این اوریان را بره توی خونه برای خودش، ولی تو ذهنش اون هنجارها هستن، ولی
تلاش میکنه اونا رو به حالت تعلیق در بیاره. ممکنه یک فرد فرهیخته یک لحظاتی با خودش لچ کنه از اون نگاه در واقع ناظر و خیره بیرونی و یک بار مثلا بیاد آشغال رو از تو ماشینش پرتاب کنه بیرون. یا حالا اینا مثالایی که من دارم بدون حالا تأمل و تمرکز میگم، ولی منظورم اینا همون اینه که گاهی اوقات انگار آدم ها به تعطیلی اخلاقی میدن به خودشون و سعی میکنن برن توی موقعیتی که اون هنجارها سنگینیش روشون نباشه. در غرب در سالهای گذشته سعی میکنن این فضاها رو ایجاد کنن، یعنی این که خیلی اوقات الان خیلی از در واقع فستیوال های موسیقی راک یا موسیقی حالا حتی موسیقی های در واقع رپ، اینا خیلی اوقات در خارج از شهرها، در بیابانها، مراتع، دشتها برگزار میشه و اونجا سعی میکنن یک فضایی ایجاد کنن که این تعطیلی اخلاقی به قولی رخ بده. من دوستان نوجوانه که طرفدار تتلو هستن رو از این زاویه هم نگاه میکنم، یعنی درباره اینها یه نوع اسکیپ انگار رخ میده. البته من اینو تو پرانتز بگم، تتلو یکی دو بار کنسرت گذاشت در کشورهای همسایه و عده‌ای رفتن اونجا و حالا اونجا یه چیزایی گذشت. تحلیل من الان اون کنسرت ها نیست، چون اون یک بحث نظری مجزا میخواد، یعنی خود فضای کنسرت تحلیل جدایی میخواد، رسیدم حالا یه روز بحث میکنم. بحث من الان خیلی کلی تره. من نوجوانا رو دوستان از این زاویه میبینم، یعنی اون اسکیپینگ یا فرار از امر و نهی رخ میده در اینجا، فرار از اون رفتار معیار، زبان معیار، استاندارد در اینجا رخ میده، فرار از امر و نهی ها رخ میده، فرار از نصیحت و پند و اندرز رخ میده. من فکر میکنم که جامعه ما جامعه یکی از پند و اندرز خسته است، یعنی به هر حال این نوجوان ها یک مدرسه ای رو دارن تجربه میکنن که در واقع بمباران تبلیغات، تبلیغ ارزش ها، هنجار ها داره رو سرشون انجام میشه و حالا رسانه های جمعی و حتی بحث فقط اون نیست، یعنی در مجموع ما جامعه هستیم که در در و دیوارش به نظر من نصیحت میباره و من این رو بارها در همین رسانه هم گفتم و این فقط شامل بافت‌های سنتی و آدم‌های سنتی نیست. من بارها اشاره کردم، گفتم تقریبا 90% صفحات اینستاگرام رو شما بررسی می‌کنید بدون استثنا اکثر آدم‌ها زیر اسمشون و یا اون قسمت بیوشون یک نصیحتی نوشتن، حالا خودت باش یا یه نصیحتی اونجا هست، شعری از مولانا نوشتن یا یک جمله انگلیسی نوشتن که باز میبینید پند اخلاقی توش هست. و حتی آدم هایی که خلافکار هستن، تنفروش هستن، انواع آدم ها به شکل عجیب و غریبی میبینید در صفحات مجازی یک پندی اون بالا نوشتن. و الان میخوام بگم جامعه ایران برای این میگم از در و دیوارش پند و اندرز میباره و حالا یک جمله‌ای رضا مارمولک داشت تو فیلم مارمولک که میگفت آقا این همه پند و اندرز و فشاری که به یه پدری میگفت که به پسرش میگفت باید مسابقات قرآن شرکت کنی، میگفت این از اون سمت حالا الان یادم نیست میگه بهشت یا جهنم میزنه بیرون. برحال یک چنین جامعه‌ای من فکر میکنم که گرایش نوجوانا رو میشه از این زاویه و این اصطلاحی که
بکر در سال 1973 تحت عنوان تعطیلات اخلاقی صحبت کرده، میشه ازش یاد کرد. و نکته دیگه اینه دوستان، ببینید به عنوان، حالا شاید بحث الان سوم من میشه، اینجا بحث من خود تطلعه. یه ویژگی که دوستان به نظر من تطلع داره اینه که تطلع آنتی سلبریتیه. این هفته اون سایت انسانشناسی فرهنگ باز ادامه یه مقاله رو من ترجمه کردم، خواستید بخونید، فکر میکنم اونجا این شمارش بیشتر در این مورد. آنتی سلبریتی یعنی چی؟ یعنی اینکه دوستان ببینید تطلع کارهایی انجام میده که انگار تمسخر سلبریتی هاست. یعنی حالا درسته خیلی ها میگن خودش رو مسخره کرده، من فکر میکنم خیلی اوقات تمسخر سلبریتی های کلاسیک یا سلبریتی هایی هستن که ما در دوره برمون در رسانه ها داریم میبینیم. برای سلبریتی هایی که اتو کشیده هستن، سلبریتی هایی که تظاهر به روشن فکری و کتابخوانی میکنن، سعی میکنن تظاهر کنن که آدم های مؤدبی هستن، تظاهر کنن که دغدغه جامعه دارن. من فکر میکنم از این زاویه دوستان تطلع ضد سلبریتیه. نکته دیگه اینه دوستان، تطلع در واقع اومده از سلبریتی داره افسون زدایی میکنه. در واقع اون سحر و افسونی که سلبریتی های کلاسیک داشتن، این انگار داره همه اونا رو از بین میبره، خودش رو تو رختخواب نشون میده، خودش رو در حال مصرف مواد نشون میده، خودش رو تو بغل دوست دخترش نشون میده و به تعبیری ببینید انگار اون اصطلاحی که حالا تو مطالعات سلبریتی هست، یعنی being ordinary یا معمولی بودن، تطلع انگار داره تلاش میکنه که معمولی جلوه کنه و ضد سلبریتی باشه. منتها ببینید دوستان، ما تو مطالعات که حالا مطالعات اجتماعی هم اصطلاح دیسنچنتمنت داریم، یعنی افسون زدایی و هم افسون زایی. من فکر میکنم که تطلع هر دوتا رو داره انجام میده، یعنی هم افسون زدایی میکنه هم افسونزایی. به نظر میاد که بخشی از طرفداران تطلع عاشق فرض کنید تتوهای عجیب غریبی هن که این فرد رو خودش میکشه، حک کرده. یعنی از این طریق هم انگار تطلع داره نوع خاص خودش رو افسونزایی میکنه، یعنی هم افسونزایی و هم سبک، به سبک خاص خودش افسونزایی هم داره انجام میده. و برای همین حالا دوستان اون تلاش برای معمولی بودن اینه که مخاطب یا طرفدار باهاش کاملا احساس صمیمیت میکنه. یعنی میگه این که داره مثل ما حرف میزنه، این که داره به زبان کوچه و بازار حرف میزنه. بالاخره ما تعارف نداریم. یک نوجوانی که از خونه خودش در میاد تا برسه به مدرسه، اگر این با تاکسی بره، شما فرض کنید مثلا با خواهر، برادر، خواهر، فامیلتون که 7-8 سالشه، شما بخواید اون رو با تاکسی یه روز ببرید مدرسه، تصور کنید که چند بار مجبور میشید گوشاش رو بگیرید که این همه فوش رو نشنوه توی خیابون. برای میخوام بگم تطلع انگار یه احساس صمیمیت، طرفداره احساس صمیمیت با تطلع دارن، زبان کوچه بازار حرف میزنه، بی تکلف حرف میزنه، اصلا نمیخواد نشون بده بزرگ شده. انگار مثلا فرض کنید تطلع انگار در نوجوانی گیر کرده و همین بالاخره عامل جذابیتش شده برای طرفدارش. برخلاف شاید بسیاری از کسایی که تو موسیقی هستند، خیلی خیلی به ندرت از موسیقی خودش حرف میزنه، در تراک‌هاش یا تکست‌هاش ممکنه به قولی کل کنه با یه سری مثلا اهالی موسیقی، ولی
جلوی دوربین یا صوت خیلی به ندرت میبینید در مورد موسیقیش حرف میزنه، در مورد ترانهاش کمتر حرف میزنه. پس یکیش ضد سلبریتیه. دوم اینه که دوستان تتلو تابو شکنه، هنجار شکنه، ضد جریان غالبه. دیگه این نیازی نیست اثبات کنیم، همین باعث شده خب طرفدار جمع کنه. منتها دوستان خیلی ها میان در واقع ابراز نگرانی میکنن شدیدن، من هی ساعت رو نگاه میکنم اینجوری، ولی دوستان من به نظر من تتلو تفاوت فاحشی با بعضی از شاخهای اینستاگرام نداره در هنجار شکنی یا تابوت شکنی. و به نظر منم دوستان جامعه ایران، درست حالا خیلی به تتلو حمله میشه، ولی جامعه ایران خیلی آشکار نشون داده که تاب و شکنا رو حالا به هر شکلی دوست داره. خیلی ها در جامعه ایران به نظر من سعی میکنن به خودشون تعطیلی اخلاقی بدن، همون اصطلاحی که گفتم. شما مثلا برید صفحه ندایاسی در اینستاگرام رو ببینید، کسی که جلوی دوربین خب خیلی راحت باد معده‌اش رو میده بیرون، میره همون ژیلت بر میداره، کلن کف زده خودش رو و داره دستش رو زد. 2,200,000 نفر آخرین بار من دیدم دوستان ایشون فالوور داره. منتها دوستان من میگم یعنی ما کتمان نکنیم. مثلا شما سریال زیر آسمان شهر یه شخصیتی داشت، خشایار، چرا اینقدر محبوب شد؟ کاراکتری داشت که ضد جریان غالب بود. دوستان اگه این سریال رو دیدن یادتونه که چجوری خشایار هندوانه میخورد. کدام پدر مادری حاضره که به بچهش بگه شما اونجوری هندوانه بخور؟ ولی به نظر من اون سریال یادتونم هست که شکست خورد چون خشایار ازش حذف شد. من میخوام بگم دوستان به هر حال این علاقه به تاب و شکنها دلایلش حالا میتونه مختلف باشه. تحقیقی هست که نشون میده خیلی از آدمایی که فیلمهای سکسی تماشا میکنن لزوماً این نیست که اینها میخوان با فیلم خود ارضایی کنن، یعنی فیلم ببینن و همزمان خود ارضایی کنن. میگن خیلی ها دنبال اینن که خب فضای تاب و شکنانه ببینن و آدم‌های تاب و شکم ببینن. الان دوستان من اصلاً خوب و بد کار ندارم، فقط دارم یک موضوعی رو درباره صحبت می‌کنم که کمی قابل درک شه برامون. به هر حال می‌خوام بگم دوستان تاب و شکنی خود تتلو طرفداران زیادی برای این جلب خواهد کرد. نکته سوم ضد سلبریتی تاب و شکنه. نکته سوم اینه دوستان، تتلو جز معدود خوانندگان ایرانه که سبک زندگی دارد و به قولی یک پکیجه. یعنی دوستان ما تو ایران فکر میکنم که خواننده چندانی نداریم که این سبک زندگی رو، یعنی چی؟ یعنی این که در بسیاری از موقعیت‌های عادی از خودش فیلم بذاره، درباره خوب بودن مثلا این یا سکس یا دراگ یا اینو صحبت کنه، یا یعنی کسی باشه که میخوام بگم ما بگیم این سبک داره برای خودش. حالا سبک که میگیم حالا مفهوم سنگین و عمیق مد نظر من نیست. ببینید دوستان تو خواننده‌های قدیمی تر داریوش یه دوره چنین بود، یعنی داریوش یک سبکی رو با خودش انگار اشاره میداد، طرفدار متعصب داشت. کسایی که داریوش یه دوره گوش میدادن، دوره‌ای که ما جوان‌تر بودیم، ریش میذاشتن، لباسای متمایل به مشکی میپوشیدن، حتی بعضی سعی میکردن صداشون رو کمی در واقع بم کنن و نگاه تریپ به غمگین به جهان داشتن. یعنی به هر حال این سبکی بود که به قولی داریوش، حالا از داریوش میگم. میخوام بگم دوستان
تتلو چنین چیزی داره. حالا تو تاریخ موسیقی هم شما حتما شنیدین دیگه، سیکس دراگ راک اند رول، این در واقع یک جمله معروفی شد در نیمه دوم قرن بیستم، سیکس مواد مخدر و راک اند رول که سبک موسیقی بود دیگه. اینجور در واقع سبک ها، یعنی موسیقی هایی که سبک زندگی هم داشتن، پانک مثل اینا بود، رپ جز ایناست. به نظر من دوستان تتلو هم سبک زندگی داره در کنار موسیقیش، نه اینکه یه آدمی که فکر کنه بخواد بگه من میخوام این سبک رو ترویج بدم، غیر مستقیم یک سبکی رو میده به طرفدارش. و نکته جالب اینه دوستان که ما کسایی که طرفدار این جور آدمان، یعنی آدمایی که سبکی رو اشاره میدن، توشون شاهد مخاطب تک خار هستیم، نه همه چیز خار. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا دوره داریوش ما کسایی رو شاهد بودیم که فقط داریوش گوش میدادن و چیز دیگه گوش نمیدادن، یعنی اصلا دیگه فرض کنید داریوش گوش میدادن، اینا آهنگای مثلا فرض کنید حالا اندی دیگه گوش نمیدادن، آهنگای شاد دیگه گوش نمیدادن. در مورد تتلو هم دوستان من جالبش چنین افرادی دیدم که اینا تکخارن تو مصرف موسیقی. پس سومین موضوع دوستان اینه، یعنی همونطور که حالا اون شعار معروف سیکس دراگ راک اند رول، به نظر میاد انگار یک اختباسی از اون، اگه بخوام بکنم میگم سیکس دراگ امیر تتلو، یعنی که این ستا رو ما میتونیم در کنار همدیگه به قولی ببینیم. نکته بعدیم کم کم تموم کنم اینه که به نظر میاد طرفداران تتلو فرا طبقاتی هستن، یعنی ما نمیتونیم بگیم طبقه کم درآمد یا بالا یا ترکیبی هستن. به نظر میاد تو طرفداره تتلو سن معیار مهمیه، عمدتا جمع شدن تو سنین حدودا 12 تا 20 ساله. ولی خود این یک سوال مهمه که چرا طرفداراش عمدتا نوجوان هستن. من قبلنم این رو توضیح دادم، تو نیمه دوم قرن بیستم مطالعات زیادی شد، سوال این بود که چرا اینقدر نوجوانا و جوانها عاشق بیتل ها هستن، چون حتی یک حالا صحبت از یک اختلال روانی شد تحت عنوان بیتلمانیا یا شیدایی به بیتل ها، و اونجا به هر حال اومدن به طور مشخص رو نوجوانا بحث کردن. ولی به نظر میاد که نوجوانی به هر حال سنینیه که فرد سرگردانه، یعنی نه کودک نه بزرگسال، و این وسط پدر مادرها هم با نوجوان سرگردانن، یعنی نمیدونن که با این زبان کودک صحبت کنن یا زبان بزرگسال. نوجوانی سنیه که انگار به شکل بالقوه یک راهی جلوی نوجوان هست که یا این خلافکار و منحرف بشه یا آدم خوب بشه، و همین همیشه یک هراسی در والدین ایجاد میکنه و مدام مراقبت، امر و نهی. و به نظر میاد به همین دلایل اینه که نوجوانا همیشه دنبال منجی هستن، دنبال نجات دهنده هستن، دنبال قهرمان هستن، و برای همینه که خیلی اوقات عکس قهرمانان و سلبریتی ها عمدتا در اتاق نوجوان ها به دیوار زده میشه، چون اینها دنبال اینن که یکی در واقع نجاتشون بده، از این بلا تکلیفی در بیاره، تکیه‌گاه عاطفی داشته باشن. بخشی از نوجوانها تتلو رو قهرمان خودشون میدونن و این تتلیتی یا به قول معروف انگار یک تکیه‌گاه در واقع تتلو براشون. من همون اصطلاح رو تکرار میکنم، resistance to rejection، یعنی مقاومت در برابر طرد.
انگار تتلو یک تکیهگاه شده برای بخشی از روشن فکر، ببخشید نوجوانا، که در واقع در برابر ترد یک حفاظی برای خودشون بسازن و یک مایی برای خودشون بسازن. و نکته آخرم، حالا دوستان سؤاله، به هر حال بحثی مواجهی که تا تتلو با موضوعات جنسی داره خیلی مناقشه برانگیز شده، ولی پرسش اینه که اگر ما از فرض کنید انقلاب جنسی صحبت میکنیم، آیا این انقلاب جنسی در عرصه‌های مختلف ممکن نیست خودش رو نشون بده و یک عرصه همین عرصه ای باشه که ما داریم دربارش حرف میزنیم؟ آیا گرایش به موسیقی و ترانه های تتلو رو نمیتونیم یک واکنش نمادین جامعه به ویژه در نوجوانها بدونیم و به این فکر کنیم که میتونه دلایل اجتماعی هم داشته باشه؟ من فعلا اینجا بحثم رو متوقف میکنم دوستان و کامنت ها رو باز میکنم، و اگر حالا سوالی هست بفرمایید که من اگه نکته ای داشتم حتما مطرح میکنم و خوشحال میشم. دوستان منو ببخشید، من بیشتر حالا اگه میشه بنویسید تا گفتگوی تصویری، اگر نکته ای هست من فکر میکنم یه 10 دقیقه وقت داریم. حالا انشالله دوستان اگه علاقه داشتید این بحثای جامعه‌شناسی موسیقی رو میشه حالا ادامه داد و دفعه بعد حالا میتونیم بحثای دیگه ای داشته باشیم. و درباره دوستان میل به تاب و شکنی، حالا باید دید دوستان روانشناس هم شاید اینجا نظری داشته باشن که چرا آدم ها دوست دارن تاب و شکم باشن. بعضی ها اصلا میگن این ویژگی آدمه، یه جاهای خسته میشه از آدم خوب بودن، به قولی یک جایی خسته میشه از نایس بودن زیاد. ولی دلایلش رو من گفتم، من فکر میکنم میتونیم دلایل اجتماعی هم متصور شیم. در جامعه ما این انفجار نصیحت و پند و اندرز میتونه آدمها رو سوق بده به این که به سمت تاب و شکنا برن. ببینید دوستان، من یه نکته هم بگم، بعضی از دوستان در مورد اختلال شخصیت تتلو اینا حرف زدن. اگر من در این مورد ورود پیدا نکردم چون تخصص من نیست، یعنی من نمیتونم بگم تتلو چرا مثلا نسبت به مادرش فرض کنید فحش میده یا بد صحبت میکنه، این رو باید دوستان روانشناسان بگن و من تخصصم نیست. از من انتظار داشته باشید که در مورد مسائل یعنی جامعه موسیقی تتلو صحبت کنم. دوستی نوشتن در مورد سایر مسائل اجتماعی صحبت کنید، مثل مثلا کارتون خوابی. دوست عزیز ببینید، کسی که جامعه شناسه به این معنی نیست در مورد همه چی اجتماعی میتونه صحبت کنه. من عمدتا حوزه مطالعاتم جامعه شناسی فرهنگ یا مطالعات فرهنگیه، برای همین از من انتظار نداشته باشید در مورد تمام مسائل اجتماعی صحبت کنم. من درباره کارتون خواب‌ها یک تحقیق هم انجام ندادم، ولی درباره موسیقی حداقل میتونم بگم 3 تا تحقیق انجام دادم، برای همینه که حالا من صحبت نمی‌کنم.
در مورد برخورد حکومت دوستان، ببینید دوستان، کسانی که طرف تتلو رفتن دلیلشون این نبوده که چون حکومت باهاش خوب یا بد نبوده. ببینید من در مورد استاد شجریان این رو میتونم بگم، یعنی بخشی از طرفدارای استاد شجریان اساساً موسیقیشون رو گوش نمیدن، ولی چون رابطه خاصی با سیستم ایشون پیدا کرد سمبول شد. در واقع در مورد تتلو این دوستان درست نیست، یعنی بیشتر کسی که رفتن سمتش به خاطر اینه که فکر میکنن در برابر جامعه ایستاده، نه لزوماً سیستم. خب دوستی گفتن که میل جامعه به موسیقی ابتذال، من دوستان واقعیت اینه، حالا یه بار من فکر میکنم باید در این مورد بحث کنیم. من نمیدونم موسیقی ابتذال چیه دوستان من، و خیلی اوقات خودم ترجیح میدم به کار نبرم، یعنی چجوری بگم، به هر حال من دفعه قبلم گفتم دوستان یه کمی بعضی اصطلاحات رو من خودم با احتیاط به کار میبرم، یعنی من نمیگم که مثلا موسیقی ابتذال مثلا یا اینا. به هر حال موسیقی در سبک‌های مختلف داره، ژانرهای مختلف داره، و حالا باید دید موسیقی مبتذل یا ابتذال چی هستش به قولی. چون ببینید دوستان، رپ، پانک، راک اند رول، آر ان بی، همه اینا دوستان وقتی اومدن جامعه اینا رو مبتذل میدونست. یعنی میتونم به جرأت بگم دوستان بجز موسیقی کلاسیک در غرب، همه موسیقی ها اومدن مبتذل تعریف شدن و اینا رو طرد کرد جامعه. حالا اینکه مبتذل چیه، من میگم دوستان با احتیاط دربارش صحبت کنیم. بله ببینید بحث دوستان سیاست زدایی، من خودم دوستان قبول ندارم که تتلو باعث سیاست زدایی شده، به ویژه شما اگر این رو در کانتکس ایران ببینید. به هر حال دوستان تتلو به چه شکل، حالا باید مکانیزمش رو دید، باعث شده بخش زیادی از نوجوانها کانتر کالچر یا به قولی ضد فرهنگ بشن، ضد فرهنگ غالب، ضد چیزایی بشن که داره مدرسه بهشون یاد میده، ضد چیزایی بشن که خیلی از خانواده ها دوست دارن یاد بدن به بچه هاشون، ضد چیزایی بشن که اساسا سیستم دوست داره به دانش آموزاش یاد بده، به نوجوانا یاد بده. من میگم از این زاویه نگاه کنیم دوستان، تتلو یا موسیقیش یا هر چیزی، این سیاست زدایی من بعید میدونم انجام داده باشه، و به نظر من خیلی اوقات شخصیت اوسیانگر به وجود آورده. حالا اینکه این اوسیان در واقع به کجا خواهد انجامید نمیدونم، میشه بحث کنیم، ولی به نظر من تتلو سیاست زدایی نکرده و به نظر من یه جایی سیاست رو به درد سرم انداخته، چون میدونم که خیلی از این نوجوانا که طرفدار تتلو هستن در مدرسه با مدیر و معلم و ناظم سر سازگاری ندارن به خاطر چیزایی که بهشون میگن. ببینید دوستان باز میگم، چون الان دوستی نوشت که مثلا ابتذال درباره ایشون مشهوده و بحث مادر و اینا رو کردن، من چیزی که گفتم دوستی نوشته بود موسیقی مبتذل، من نمیگم، من میگم در مورد موسیقی باید استفاده از کلمه ابتذال رو احتیاط کنیم. در مورد بحث دیگه دوستان باید گفتم روانشناسا صحبت کنن که چرا بالاخره ایشون چنین
حالا شخصیتی داره و دربارش صحبت کنم. من تخصصم نیست، ولی من منظورم در مورد موسیقی بود، نه درباره کاراکتر خودش. دوستی میگه شاید حاکمیت در واقع فرهنگ رو به ابتذال کشونده، سطحی کردن، بیمه. من میگم دوستان شاید، من نمیدونم، ولی نتیجه در واقع آنچه که تتلو تولید کرده شکلگیری یه نوع اسیانگری در نوجوان هاست و نه یه بار از شما نتیجه یک موسیقی کانفورمیتیه، یعنی همنواییه. یه جا هست که نه، اوسیانه. شنوندگان تتلو دوستان اوسیانگر میشن، نه هم نوا. به این توجه کنیم. در مورد تنوع طرفداران من موافقم. من دقت کنید آقای سجودی چند بار گفتم که بخشی از طرفداران به نظر من، حالا اگر یه جاهایی نگفتم بخشی، درسته، یعنی تنوع هست تو بین طرفدارای تتلو. من فکر میکنم اون جریان غالب به هر حال نوجوانایی هستن که اوسیانگرن. این درست دوستان، شاید همون خشایار زیر آسمان شهرم خیلی از مردم دوست داشتن چون فکر میکردن خودشه. درباره دوستان میگم قطع میشه، من دوستان قطع میکنم، حالا انشالله یه فرصت دیگه، زمان داره تموم میشه، حالا انشالله یه فرصت دیگه. دوستان خیلی ممنون از اینکه همراه بودید و گوش کردید. خدا نگهدار.